گزارش ها حاکی از آن است که پس از درگیری سنی های تندروی طالبان با برخی فرماندهان جدا شده طالبان در اواخر ماه ژوئن که کمتر از یک هفته طول کشید و به شکست این فرمانده هزار انجامید، آنچه اکنون روی می دهد مرگ و غارت آوارگی بیشتر است. اخبار رسانه های داخلی افغانستان از پیامدهای حمله سنی های تندروی طالبان به ولسوالی بلخاب واقع در ولایت سرپل هولناک است. منطقه ای واقع در شمال افغانستان که ساکنان آن از اقلیت هزاره هستند. گزارش ها حاکی از آن است که پس از جنگ سنی های تندروی طالبان با نیروهای مولوی مهدی در اواخر ماه ژوئن که کمتر از یک هفته طول کشید و به شکست این فرمانده هزاره انجامید، آنچه اکنون روی می دهد مرگ و غارت و آوارگی بیشتر است. این جنگ خونین پس از آن شروع شد که مولوی مهدی که گفته می شود تنها فرمانده هزاره عضو طالبان بوده، سرانجام به دلیل اعتراض به تک قومی بودن حکومت طالبان از این گروه جدا و در زادگاهش در این منطقه مستقر می شود. پس از آن حکومت طالبان با هدف سرکوب نیروهای او به ولسوالی بلخاب لشکر می کشد و در نبردی کوتاه سربازان مولوی مهدی را شکست می دهد. به گزارش یورونیوز، نیروهای طالبان سپس وارد بلخاب شده و در حالی که مولوی مهدی و مریدانش متواری شده اند، قتل و غارت و خشونت گسترده علیه ساکنان بیدفاع این ولسوالی و روستاهای آن که همگی از شیعیان بودند را آغاز می کنند. حاصل این رفتار، فرار گسترده غیر نظامیان به ویژه جمع زیادی از زنان و کودکان و میانسالان به مناطق کوهستانی اطراف، آن هم بدون هیچ توشه‌ای برای ادامه حیات است. به نوشته روزنامه صبح کابل، 90% از مردم ولسوالی بلخاب که حدود 1200 خانه می شود به کوههای اطراف آن متواری شدند و دیگر رسانه های محلی این کشور نیز از تلف شدن کودکان بسیاری به دلیل چندین روز گرسنگی و تشنگی خبر دادند. دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه نیز در گزارشی شمار آوارگان درگیری های اخیر در این منطقه را بیش از 27 هزار نفر اعلام کرده است. طالبان تمام امکانات ارتباطی و مخابراتی میان این ولسوالی با دیگر مناطق کشور را قطع کرده و به همین دلیل از سرنوشت ساکنان روستاهایی که به محاصره طالبان درآمده بودند و راه فراری نیافتند نیز هیچ خبری در دست نیست. شرایط سخت در حالی بر زندگی آوارگان بلخاب حاکم است که هیچ گروهی امدادرسانی نیز در این منطقه وجود ندارد و بر اساس ادعای برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی، طالبان گروه‌های امدادی را تهدید به زندان و شکنجه در صورت کمک به آوارگان کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بیانیه اخیر خود از کشتار و تیرباران افراد غیر نظامی همچنین به آتش کشیدن خانه ها و قتل اسرا در این منطقه خبر داده و عفو بین الملل نیز از طالبان خواسته است اعدام های صحرایی و سایر موارد نقض حقوق بشر در این ولسوالی را متوقف کنند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.